محمد قدریان، تاریخ تولد 1325. به چه های خیلی خوب خدا و ملت کده داده. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 پسر به علاوه یک دختر فرزندان حاج آقای قدریان هستند. فرزند بزرگ محمد گفت که ما میخوام وام بگیرم، سنت خانه رو ما بده 20 میلیون تومان گیریم. گفتم 10 میلیون شما سرمایه کنین، 10 میلیون شما برین تو شرکات زمین بخرید. ازتون میخوام که بیشتر به سمت محصولات دانش بنیان مورد نیاز صنعت کشور برید. تیم خانوادگی مشغول برنامه ریزی برای اقدامات مهمی در سال جدیده. محمد قدریان فرزند بزرگتر و مدیرعامل کارخونه است. کارخونه که کارش تولید محصولات دانش بنیان بر پایه بازیافت آب و روغن هست. حدود 23 محصول دانش بنیان رو در مرحله کار داریم که از این 23 تا 15 تاش به مرحله تجاری سازی رسیده. واحد صنعتی قدریان جزو یکی از مهمترین واحدهای شهرک صنعتی توسه. اونها دستگاه‌هایی می‌سازند که مشتری‌های اونها علاوه بر پالایشگاه‌های داخلی، شرکت‌های قدر اروپایی هستند. خب ما تونستیم عین این دستگاه رو به کانادا صادر کنیم. کانادا خودش قطب صنعت ماشین سازی های بزرگ تو صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و مختلف هست. همین دستگاه به ظاهر ساده میتونه میلیون ها متر مکعب آب رو صرفه جویی کنه. صنعت دانش بنیان همون کلید راهگشای بسیاری از بحران ها و دغدغه هاست. این 7 برادر و خواهر هر کدام تخصصی دارند و گوشه ای از کار رو گرفتند. ما ایمان به توانمندی خودمون داریم. خب بحث‌های تحقیقاتی، یعنی این چیز نیستش، سالها روش وقت گذاشتیم، تحقیق کردیم. علاوه بر اینها 105 نیروی جوان و عمدتاً متخصص رو هم استخدام کردند. کارشناس ابزار دقیق، کارشناس ارشد مهندسی شیمی، گرایش طراحی فرآیندهای نفت، لیسانس نقشه‌کشی صنعتی. دانشجویان مهندسی برای بازدید اومدند تا باور کنند علم و صنعت با همه مشکلاتی که هست باز هم در کنار هم کارهایی میکنند. کارستان مشکلاتی که موجودی که تو صنایع کشور وجود داره رو با همکاری دانشگاه‌ها برطرف کنیم. محصولات صنعتی فرزندان قدریان به 20 کشور دنیا صادر میشه. اونها بارها و بارها شکست خوردن تا طعم موفقیت امروز رو بچشند. الگوی هر خانواده پدر مادره. باید با فرزند ده هم دوست بشی و هم رفیق بشی. بابا همیشه یه هدفی داشت که بچه‌هاش موفق بشن، به درد جامعه بخورن. خدا رو شکر میکنم. سپاسگزارم.